استاد موحدی یکی از چهره‌های درخشان جهاد و مقاومت و یکی از یاران وفادار و همسنگران استاد عبدالعلی مزاری بزرگ بود. مطالعه زندگی نامه این شخصیت‌ها ما را وادار می‌کند تا از شجاعت، ایثار و فداکاری آنها درس‌های بزرگ ارزشمندی را بگیریم و راه سبز عدالت‌خواهی آنها را با دیده باز و ذهن آگاه ادامه دهیم. در اینجا گوشه های از زندگی شهید استاد موحدی را به طور مختصر برای شما به معرفی میگیریم. دوران کودکی و تحصیلات. شهید امان الله موحدی فرزند عبدالله در سال 1328 هجری شمسی در منطقه وطمه دره خودی مربوط به ولسوالی خدیر ولایت دایکندی در یک خانواده مؤمن و مذهبی چشم به جهان گشود. در کودکی پدرش را از دست داد، آموزش و تحصیل برایش میسر نبود. مشکلات اقتصادی و اجتماعی موانعی بودند که صد میشد در برابر تعلیم و تحصیل او. با وجود این همه مشکلات و صدها موارد دیگر، هیچ مشکل و هیچ ناملایماتی نمیتوانست تا ذره‌ای ناامیدی در دل این نوجوان ایجاد کند. نکته جالب در زندگی کودکی استاد موحدی در این است که او هم شبانی کرده است و هم تحصیلات خودش را ادامه داده است و این همه روزه مقداری نان خشک را در بین کیف کتاب‌هایش جابجا کرده برای چراندن رمه‌ها روانه کوه‌ها می‌شده است. در آن وادی پرراز، در آن کوه‌ها و صحراها رهگذران عالم استاد این نوجوان بودند. او از هر کسی که یک کلمه خواندن را بلد بود، آن را یاد می گرفت. علم گوهر گم شده او بود که در هر جا می یافت آن را بر می داشت. با گذشت زمان، برازندگی امان الله موحدی بهتر و بیشتر شده می رفت. او اولین درس ها را از مامای بزرگوارش ملا کلبی حسین یاد گرفت. و برای کسب بیشتر علم و دانش، بسیاری از مناطق دایکندی را سفر کرد. از منطقه بوزی گرفته تا سنگ تخت و بندر، از بسیاری از مناطق خدیر گرفته تا نیلی و قخور سفر کرد و از فیض عالمان عصر خیش بهره مند شد. با گذشت زمان استاد موحدی دیگر امان الله موحدی قدیم نبود. حالا او شخصیتی شده بود که هر کس به علم و درایت، صبر، صداقت و دینداری او اعتماد و اعتراف می کردند. امان الله موحدی برای ادامه تحصیل و کسب علم بیشتر روانه خارج از کشور می شود. مرحوم شادروان استاد اعتمادی یکی از نزدیکترین و صمیمیترین همسنگران استاد موحدی بود. او میگوید شهید موحدی هیچگاه متکی به درس‌های مدرسه نبود و بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه کتاب‌های بیرونی می‌کرد. با آنکه در آن زمان خواندن کتاب‌های فلسفه در کشور محل اقامتش جرم بود، نمی‌دانم موحدی این کتاب‌ها را از کجا می‌کرد. او این کتاب‌ها را به اتاق می‌آورد و شب‌ها می‌خواند. فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در گروه مستضعفین، سازمان نصر و حزب وحدت اسلامی. چنانچه یادآوری شد، امان الله موحدی در ایران رفت تا به تحصیلاتش ادامه دهد. او در ایران هم درس‌های حوزوی و سیاسی را به پیش می‌برد و هم دست به فعالیت‌هایی می‌زد که واقعاً نیاز عصر و زمانش بود. او با جمعی از دوستان از جمله آقایان اعتمادی، سجادی، صابری، رضایی معینی، صالحی، مهدوی و بقیه دوستان در دیار مهاجرت اقدام به تأسیس گروه مستضعفین کردند. آنها با این کار عملاً نابسامانی‌ها و مشکلات افغانستان را در نشریه که به همین نام مسمى بود، نشر و پخش می‌کردند. بسیاری پیام‌هایشان سخنان، اشعار و عکس‌های شهید بلخی و آرمان‌های کسایی بود که برای رفع تبعیض و حق تلفی‌ها مبارزه کرده بودند. با گذشت زمان، فعالیت‌های گروه مستضعفین بیشتر و بهتر شده می‌رفت. در اثر ارتباطات و گفتگوهای صمیمانه و دوستانه که بین استاد عبدالعلی مزاری و اعضای گروه مستضعفین انجام شد، همگی بر این امر اتفاق کردن که با هم یک جا شدن، سازمان نصر را تأسیس و نشریه سازمان نصر با نام گروه مستضعفین را با نشرات خود ادامه دهد. امان الله موحدی بعد از سالها تحصیل در ایران، طبق برنامه‌ها و تقسیمات سازمان نصر با جمعی از دوستان در افغانستان آمده و در ولسوالی خدیر در برنامه‌های فرهنگی و سیاسیشان آغاز کردند. آمدن استاد موحدی در زمانی بود که حکومت کمونیستی وقت در کشور حاکم بود و روی عقاید مردم هم پا می‌گذاشت. وقتی استاد موحدی و دوستانشان به دایکندی آمدند، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسیشان را آغاز کردند. در اولین اقدامشان مرکز و پایگاهی درست کرده و درس‌ها و عقاید را برای مردم یاد می‌دادند.
درس‌های سیاسی و عقیدتی را که استاد موحدی در ولسوالی خدیر تدریس کرده است، نسخه‌های دست نویسان به غزنی، بامیان، غور و دیگر ولایات هم فرستاده شده. چند نسخه آن هم اکنون نزد برخی از بزرگان دایکندی است. فعالیت‌های این سازمان در دایکندی با وجود مشکلات زیاد با روش عادی با پیش می‌رفت تا اینکه استاد عبدالعلی مزاری در سال 1365 به دایکندی آمده، برنامه‌ها و فعالیت‌های ایشان را از نزدیک مشاهده و بررسی کردند. در این سفر استاد مزاری و استاد موحدی دیدار و گفتگوهایی داشتند که بعدها در اوضاع منطقه و دایکندی سرنوشت ساز بود. با گذشت زمان سازمان نصر با رهبری استاد عبدالعلی مزاری با دیگر جریان‌های سیاسی وارد بحث شده، بعد از تلاش‌های زیاد موفق شدند تا حزب وحدت اسلامی افغانستان را تأسیس کنند. امان الله موحدی یکی از اعضای برجسته شورای مرکزی این حزب بود. او در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های کلیدی این حزب نقش فعال، برجسته و کلیدی را ایفا می‌کرد. استاد موحدی برای تطبیق و تحقق تصامیمی که از طرف حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری رهبر شهید ایرامی شد، همگام با رهبر شهید در بسیاری از ولایات کشور سفر کرد. از دایکندی و بامیان گرفته تا دره صوف و مزار شریف، از بغلان و میدان بردک تا کابل، غزنی، فراه، هرات و نیمروز، همه جا را سفر کردند که در جبهات بامیان، مزار شریف، غور و میدان بردک فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند. او در یکی از خاطره‌هایش می‌نویسد: زمانی که در کنار پل دریای آمو ایستادم، به یاد هزاران شهید، مجروح و آواره کشورم افتادم. در سال‌هایی که طالبان در افغانستان در حال قدرت گرفتن بود، استاد موحدی به زیارت بیت الله الحرام مشرف شد و بعد به ایران برگشت. در چند مدتی که استاد موحدی در ایران به سر می‌برد، طالبان به پیشروی‌های بیشتری دست یافتند. آنها بامیان را که آخرین سنگر مقاومت در برابر طالبان بود، از سر راه برداشته، مردمان مناطق را به خاک و خون کشید و تعداد زیادی هم آواره شدند. آن روزها زمانی بود که همه چیز به آخر رسیده بود و امیدهای مردم به یأس تبدیل شده بود و مردم یک آینده مبهمی را در پیش رو تصور داشتند. این وضع موجب شد تا مجاهدین در کشورهای همسایه تجدید قوا کرده و برای نبرد با طالبان و آزادسازی مناطق اشغال شده دست به کار شوند. جمع کثیری از اعضای حزب وحدت اسلامی افغانستان در خارج از کشور گرد هم آمده و در مورد بازگشت دوباره به کشور تصمیم گرفتند. اولین کسانی که تصمیم گرفتن به افغانستان بروند عبارت بود از استاد محقق، استاد موحدی و استاد صابری لعل و یک عده از جوانان که آمدن صابری لعل نشد، استاد محقق و استاد موحدی وارد افغانستان شدند. استاد محقق در شمال کشور مصروف شد و موحدی به مناطق مرکزی رفت. ما آمدیم دیدیم که 100 نفر اعضای شورای مرکزی، عضو شورای مرکزی، وعدت عضو علالبدل و اینا تمامشان جمع شدن در میز سر پادشاهی، سر پادشاه وزرک دوا داره، یکی میگه آقای خلی رو پس کنیم، یکی میگه یک چیز دیگه کنیم. یک روز جلسه رو نگاه کرده ششتی دیدیم که رقم به جای نمیرسه، چند تا بچه برادران شو بردیم در هتل لاله. از اینا گفتیم که برادر همه آقای خلی رو که با شما خود را خسته بگیریم در دارم بکشیم، طالبا افغانستان رو در مورد شما نمیدن. بیاییم که کسی که نمیره همینجا یک گروپ جور کنیم که همینجا اداره کنه همین وضعیت نمایندگی خارج هست. دیگه کسی که هر که دارد سفری کرب و بلا بسم الله، هر که میره بیاییم که بریم افغانستان یک جای پای پیدا کنیم. بعضی میگفت که بریم در اروپا نشریه صادر کنیم. ما گفتم برادر کسی که جغرافیا نداره، تاریخ نداره، شما که این رفتیم که صدایت نمیشنم، بین که جغرافیه پیدا کنیم. از بین اون همه شورای مرکزی یک آقای صابری لعل آماده شد که همراه ما بره، یک خدا رحمت کنه، شهید موحدی دایکندی، چند تا طلبای دیگر در مشهد که رفتیم. آقای صابری هم یک کار برش پیش آمد و نشد، ما آقای موحدی تنها رفتیم در تاجیکستان، از تاجیکستان رفتیم در خواجه باودین قد آقای مسعود جلسه کردیم. رفتیم 3 در بلخاب و در یوسف و یک آولنگ و بازمون تو دایکندی آقای موحدی نارف که شهید شدم اونجا، تمام از آراجات همونجا جمع شد. پس دوباره خدا روی حواله پس کرد و نیمه دوم سال 1377 بود که جنگجویان طالبان در دورترین نقطه کشور یعنی در دایکندی هم رسیدن.
با آمدن طالبان در منطقه و آغاز برنامه‌های حکومتیشان، وضعیت امنیتی، معیشتی، صحی و در مجموع تمام امورات زندگی با مشکلات بسیار جدی مواجه شد. مردم از وضع موجود کاملا ناامید شده و بسیاریشان خانه و کاشانه‌شان را ترک گفته با دیار غربت مهاجر شدند. دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و تهدیدها مواردی بودند که مردم ما را از هر طرف در تنگنا قرار داده بود. روزها همچنان می‌گذشت تا اینکه روزنه امید گشوده شد. آوازه برگشت استاد موحدی در محافل مردم زمزمه می‌شد. روحیه و جرأت مردم زنده گردید. این امر باعث شد که مردم علیه طالبان قیام کرده و با یک درگیری مختصر چند نفر از طالبان را کشته و زخمی، تعدادی از مردم ما را که اسیر طالبان بودند آزاد و طالبان را مجبور به فرار از مرکز ولسوالی خدیر کند. موجودیت استاد موحدی در دایکندی زنگ خطری بود برای طالبان در مرکز ولایت اروزگان. آنها می گفتند در دایکندی موحدی لنگ آمده، کار را برای طالبان دشوار کرده است. طالبان برای دوباره گرفتن دایکندی تصمیم گرفتند که افراد سرشناس و رهبران هزاره را در دایکندی از بین ببرند که نام استاد موحدی در صدر این جدول قرار داشت. دوستان استاد موحدی بارها به ایشان یادآوری کرده بودند که منطقه را ترک کنین، زیرا اوضاع بسیار خطرناک است. استاد موحدی در جوابشان می گفت من در مکه با خدایم عهد بستم که در بین مردمم، در خاک خودم و در دفاع از مردمم جان دهم. در شرایطی که طالبان همه جا را تصرف کرده است و مردم ما در خطر هست، من مردمم را هرگز رها نخواهم کرد. امروز موضوع بسیار مهم موضوع طالبان هست و مردم ما نباید تنها گذاشته شود. طالبان در اجرای تصمیمشون قاطع و جدی بودند. تصمیم شوم طالبان و اختلافات در اون منطقوی مواردی بودند که دست به دست هم داده جفای بزرگی را در حق مردم و ملت دایکندی کردند. دقیقاً روز 21 سرطان سال 1378 بود که نامردان روزگار رادمردی را هدف گرفتند که با رفتنش ضربه سنگینی بر پیکره ملت و مردم و کشور وارد کرد. با استاد موحدی که تنها مایه امید مردم و حافظ آرامش و امنیت منطقه بود به شدت زخم برداشت. استاد موحدی 3 روز مجروح بود. سرانجام صبح روز جمعه 25 سرطان 1378 استاد موحدی بر عهدی که با جانان بسته بود وفا نمود و به کوی دوست شتاب.